تازه ترین تحولات در این زمینه رو بگو. جو عمومی چطوره؟ دامنه تظاهرات چقدر میتونه گسترده تر بشه؟ آیا تأثیری بر انتخابات هم خواهد داشت؟ بله، اعتراض ها به خشونت پلیس ادامه داره و هر روز داره خشونت بیشتری پیدا میکنه. حتی برخی از گروه هایی که در این تظاهرات شرکت میکنن، البته گروه کوچکی از اونها در فضای مجازی هر روز درخواست این رو میدن که خشونت رو به آشوب بکشونن و این اتفاق هم هر شب داره میفته و تعدادی هم دستگیر میشن. این اتفاقات بعد از این داره میفته که حدود 2 هفته پیش 4 مامور پلیس در جریان گشت های مامور و کنترل مدارک شناسایی با یک جوان سیاه‌پوست 22 ساله به نام تو درگیر شدند. او رو مورد ضرب و شتم قرار دادند و به گفته این جوان با باتون به او تجاوز کردند. این موضوع عصبانیت و خشم گروه‌های مختلف رو به همراه داشته، هرچند که 4 پلیس درگیر این اتفاق به اتهام خشونت بازداشت و از کارم معلق شدند و برای یکیشون به اتهام تجاوز و برای 3 نفر دیگه به اتهام خشونت عمدی اعلام جرم شده. اما هنوز اعتراضا به رفتار نیروی پلیس هر روز داره شدیدتر میشه. در کنار اعتراض این مورد خاص و درخواست اجرای عدالت برای تئو جوان آسیب دیده، داره جنبه های عام‌تری به خودش میگیره برای مطالبات به خصوص جوانانی که در حاشیه شهرهای بزرگ از جمله پاریس زندگی میکنند، مناطقی که عمدتا مهاجرنشین و فقیرند با آمار بالای بیکاری و جرم و جنایت و مشکلات بسیاری رو هم دارند و ساکنانش حس میکنند که رها شدند. فرانسوا اولاند در همون روزهای اول به ایالت تئو رفته، دستور رسیدگی سریع و قاطع به این موضوع رو داده و از مردم درخواست کرده که آرامش رو حفظ کنند، اما این حرکت کمکی نکرده. کاندیداهای ریاست جمهوری هم قطعا از این موضوع برای داغ کردن کارزارشون استفاده کردند. فرانسوا ویلفیون نامزد حزب راست میانه مسئولیت دولتش این آشوب‌ها یادآور شده، گفته اگر رئیس جمهور بود اجازه برگزاری این تجمعات رو نمیداد. مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی تقسیم رو گردن دولت مردان فرانسه انداخته، گفته این اتفاقات نتیجه ساده انگاری دولت مردانیه که به مدت 30 سال به ما حکومت کردن. سخنگوی امانوئل ماکرون وزیر سابق اقتصاد هم گفته که کلید حل مشکلات این حاشیه های شهرها ایجاد اشتغال قول جذب نیروهای بیشتر پلیس رو داره. و همینطور ژان لوک ملانشون نامزد چپگرای انتخابات ریاست جمهوری خواستار پاکسازی فرانسه از عناصر نامطلوب شده. بنابراین می‌بینیم به جنبه‌های مختلف این موضوع این کاندیداها اشاره کردن. به هر حال فرانسه خاطره خشونت‌ها و نارامی‌های سال 2005 رو داره و فرانسوا اولاند و دولت فرانسه تلاش می‌کنه تا از گسترده‌تر شدن ابعاد این بحران تازه در آخرین روزهای ریاست جمهوری فرانسوا اولاند جلوگیری بکنه. نخست وزیر هم امروز جلسه با نمایندگان انجمن‌های ضد نژادپرستی داشته تا راه حل بهتری برای جلوگیری از ادامه خشونت‌ها پیدا کنه.